سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشید در هر کجای این گیتی پهناور که هستید. دوستان، کمتر از 40 روز تا برگزاری 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان مانده. نامزدهای جناح‌های مختلف تقریبا مشخص شدند. نامزد جناح اصلاح طلب‌ها حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی هست، طبق همون قرارهای قبلی که اصلاح طلب‌ها داشتند. البته صحبت‌هایی شنیده میشه از نامزد در سایه که تاکنون مشخصاً کسی رو معرفی نکردن. جناح آقای احمدی نژاد هم آقای حمید بقایی رو معرفی کردن که با توجه به این موضوع که آقای حمید بقایی گفتند که بدون اجازه آقای احمدی نژاد آب نمیخورند و به این مسئله افتخار میکنند، برنامه های آقای بقایی مشخصا همون برنامه هایی خواهد بود و اون کارهایی خواهد بود که آقای احمدی نژاد در طول اون 8 سال برای اداره کشور به کار است. و اما اصولگرایان ابراهیم رئیسی رو معرفی کردند به عنوان نامزد خودشون، رئیس هیئت مرگ در تابستان 67، مسئول قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی. نامزد اصولگرایان آقای رئیسی با یک چنین پیشینه است برای انتخابات سال 96. و اما دیگر نامزدی که خودش رو اصولگرای اصلاح طلب مینامه، مستقل هست از اصلاح طلب‌ها و اصولگراها، دکتر مهدی خزلی است. دکتر مهدی خزلی که به گفته آقای حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی ایران در فنلاند که در برنامه گذشته من با ایشون مصاحبه کردم، اعلام کاندیداتوری آقای خزلی رو سورپرایز سال 96 نامید. در برنامه امشب از دکتر مهدی خزلی، نامزد 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دعوت کردیم که مهمان ما باشن. آقای خزلی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با سلام به همه بینندگان عزیز، من هم سپاسگزارم که فرصتی داده شد برای بیان مطالب و انگیزه های این حضور. آقای خزلی، دیروز 19 فروردین ماه رسماً ستاد انتخاباتی شما آغاز به کار کرد. بلافاصله بیانیه‌ای منتشر شد با عنوان منشور جبهه آزادی و بعد از اون شما نامه‌ای رو به رئیس جمهور دکتر حسن روحانی نوشتید. لطف کنید در این ارتباط یک توضیحاتی رو برای بینندگان ما بفرمایید تا به سوالات بعدی بپردازیم. البته دیروز 19 فروردین ماه و شرف و شمس بود. ما این رو به فال نیک گرفتیم که خورشید در نقطه شرف خودش قرار داشت و ما امیدواریم که با شرف شمس آغاز کردیم و انشاءالله خورشید تابان بر این کشور بتابد انشاءالله. و اما خیلی دیر بود، 40 روز بیشتر به انتخابات نمونده. در کشورهای دموکراتیک می‌بینیم 2 سال رقابت انتخاباتی بین کاندیداها جریان داره. اساساً فضای انتخابات نیست. حاکمیت می‌خواهد با چراغ خاموش کار خودش را در این انتخابات پیش ببرد و ما جز صدای ایادی جناح حاکم، فرقی نمی‌کنه چپ و راست، در واقع در زمین حاکمیت بازی می‌کنند. ما به دنبال یک تغییر جدی هستیم و 40 روز زمان بسیار کمیه برای ایجاد گفتمان غالب. من از همه مردم اینجا میخوام که با صدای بلند فریاد هل من ناصر ینصرنی رو اینجا اعلام میکنم به گوش هر کس که رسید. اگر یاری نکرد، فردا دیگر هیچ حجتی ندارد. ما حجت رو تمام کرده ایم، آمده ایم برای اینکه سرزمینی که داره به سمت سقوط میره، کشتی که به سمت غرق شدن میره، به سمت جنگ و تجزیه میره، تنها راه نجاتش این گفتمان جدید است. گفتمانی که ما باید به تمام دنیا مخابره کنیم و اگر کسی در این مسیر یاری نکرد، این دنیا و آن دنیا مسئول است. آقای خزلی، شما نامه ای رو
بعد از اینکه اون بیانیه منتشر شد در ستاد به آقای روحانی نوشتید در ارتباط با ممانعت هایی که برای شما به وجود آوردن، سنگ اندازی هایی که در ارتباط با سفرهای استانیتون بود. لطف کنید در ارتباط با این نامه هم برای بینندگان ما توضیحاتی رو بفرمایید. ببینید، خب آقای رئیسی به عنوان کاندیدای اول جناح حاکم، خب در خزانه آستان قدس رضوی رو باز کرده و داره همه جا آرد و نبات و تراول چک و اینها توضیح میکنه و سفر میره و شوهای استانی و رفتن به خانه فقرا بعد از 38 سال به خانه کسانی میرود که عامل فقر و فلاکت و بدبختیشون همین ها بودن و داره کارشو انجام میده. آقای احمدی نژاد که دولتی رو مدیریت کرده که بزرگترین اختلاس های تاریخ بشریت در زمان او اتفاق افتاده و باز داره میره این طرف اون طرف و شو اجرا میکنه. آقای روحانی هم وزراشو بیکار کرده، مشغولن در استانهای مختلف دارن میگردن کار ستادی میکنن. اما وقتی ما میخواهیم برای میلاد حضرت امیر در شهرستانی سخنرانی کنیم، میبینیم که کارشکنی فرمانداری، اینجا دیگه نمایندگان دولت هستند، اجازه نمیدن، میگن ببینیم بررسی کنیم. اینها غلطه. ناچار شدیم به عنوان اولین روز کار ستاد انتخابات اولین نامه رو با آقای روحانی بزنیم که بنا نیست فرماندار شما کاندیدای بالقوه مثل دکتر حسن هاشمی رو آنگونه باهاش در بدر ایلام برخورد کنند و بنده هم که ورود کردم که وابسته به هیچ جناحی نیستم ممانعت کنند. خب انشاءالله که این اتفاق رفع بشه و بتونی از فردا حضور در شهرستان‌ها و استان‌ها رو داشته باشه. آقای خزلی، شما با یک گفتمان کاملا متفاوت در مقایسه با دیگر نامزدها پا به میدان انتخابات ریاست جمهوری 96 گذاشتید. گفتمانی که صحبت از بیرون کردن سپاه پاسداران از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور می‌کنه. صحبت از برگرداندن سرداران سپاه به پادگان‌ها می‌کنه. صحبت از بازگشایی سفارت آمریکا در تهران میکنه. خب گفتمانی است بسیار متفاوت. خیلی از خط قرمزها رو پشت سر گذاشتید شما. خط قرمزهایی که دیگر نامزدها از کیلومترهاش هم رد نمیشن. ولی سوالی که مردم دارن، چرا؟ چرا مردم باید به مهدی خزعلی اعتماد کنند و بیان رأی بدن؟ ببینید، بارها و بارها من اعلام کردم تنها خط قرمزی که میشناستم قانون است. هیچ چیزی رو فراقانونی نمیشناسم. پیامبر عظیم الشأن اسلام و امیر مؤمنان در مقابل قانون با یک کارگر خود را برابر میدانند. علی به محکمه میرود و محکمه را میبازد و عبایش را به آن فرد یهودی میدهد. ملاک ما این است و تفاوت گفتمان ما با گفتمان بقیه این است که ما شعارمون این است باید از جاهلیت اولا و اخرا، اصولگرایان و اصلاح طلبان قلابی عبور کرد و به عقلانیت روی آورد. چپ و راستی که با فریاد مرگ بر کشور و تمدن دیگر و بالا رفتن از دیوار سفارت فلاکت برای مردم به ارمغان آورده است، نمیتواند کشتی ایران رو از غرق شدن نجات دهد. باید گفتمان جدیدی بیاید که دنیا او را باور کند، گفتمانی که بالا رفتن از دیوار سفارت و گروگانگیری را عین تروریست بداند، گفتمانی که از این نیروها در کابینه خود و در سیاست خود و در دیپلماسی خود نداشته باشد و بتواند ایران را از لیست تروریست ها و حامیان تروریست خارج کند تا بتواند اعتماد سازی کند، تنش زدایی کند و تعامل مثبت با تمام دنیا برقرار کند. من فکر میکنم تنها گفتمان غالبی که ما ایجاد خواهیم کرد گفتمان جبهه آزادی است انشاءالله و در این گفتمان ما حرف جدیدی رو به سراسر جهان مخابره خواهیم کرد انشاءالله. آقای خزلی، آخرین سوال من در این مصاحبه از شما در ارتباط با تنوع‌های قومی و مذهبی در کشور هست. تنوع‌های قومی و مذهبی که در طول این 38 سال سرکوب شدند و حقوقشون تضییع شد.
خب اگر دکتر مهدی خزعلی رو شورای نگهبان تایید صلاحیت کنه و رأی بیاره به عنوان رئیس جمهور سال 96 در ایران انتخاب بشه، وضعیت تنوع‌های گروه‌های متفاوت و تنوع‌های قومی و مذهبی در ایران چگونه خواهد بود در زمان ریاست جمهوری دکتر مهدی خزعلی؟ من فکر کنم این سوال رو بارها پاسخ دادم که در منشور جبهه آزادی کاملا مشخصه که ما دست همه ایرانیان با هر دین و مذهب و آیین و مرامی، با هر جنسی، با هر نژاد و قومی محکم می فشاریم و در تقسیم مسئولیت ها فقط شایسته سالاری حکم می کنه. اپلیکیشن فرم ما برای مسئولیت ها فاقد دین و مذهب است. ما از دین و مذهب کسی سوال نمی کنیم. شاید یک مدیر بانکی قوی، همون چیزی که در قرآن می آید، ان خیر من استعجلت القوی الامین، قوی باشه و امین. ممکنه یک مدیر بانکی قوی بشه رئیس کل بانک مرکزی و یهودی باشه، یا یک مدیر صنعتی قوی بشود وزیر صنایع و مسیحی باشد و همینطور اهل سنت و زرتشتی و بقیه. ما از دین و مذهب کسی سوال نخواهیم کرد، از جنس کسی سوال نمی کنیم. جنسیت رو در نه مثبت یا منفی در احراز صلاحیت لحاظ نمی کنیم. بله، اگر خانومی اصلح باشه قطعا می تواند وزیر شود، وکیل شود و هر پست دیگری رو بگیره، شهردار شود. اما اینکه چون خانوم هست بخواهیم امتیاز بدهیم یا چون خانوم هست امتیاز رو سلب کنیم، هر دوش غلط. بایستی اصلح بیاید. ما در نهایت به عنوان کلام آخر خدمتتون عرض کنم، ما در سال 88 با حضور زیبای خودمون نقاب از چهره جناح حاکم برگرفتیم. در سال 96 آمده ایم تا مشروعیت را از او بگیریم. اگر عاقل باشند و تایید صلاحیت کنند، این گفتمان میتواند راه خروج پیروزمندانه از سوریه را فراهم کند، راه نابودی داعش را فراهم کند و راه ارتباط با تمام دنیا از جمله آمریکا و اروپا رو هموار کنند. اگر جهالت رو ادامه دادند و رد صلاحیت کردند، اون وقت است که ما از مردم میخواهیم باز هم این بار به جای اینکه از سبد جنتی کسی را برگزینند، بیایند به کاندیدای اصلحی که پای آرمانها ایستاده است، پای میثاق‌نامه با خون خود امضا کرده است، رأی دهند. 51% رأی به کسی که آقای جنتی رد صلاحیت کرده یک رفراندوم است و سلب مشروعیت از جناح حاکم و شورای نگهبان و نظارت استصوابی می کند. آمده ایم تا آخر بمانیم. با مردم میثاق‌نامه ای را با خون خود امضا خواهیم کرد و می ایستیم تا یا پیروزی و نجات کشور یا سلب مشروعیت از جناح حاکم. این یک رفراندوم بزرگ است. و برای آخرین بار میگویم فریاد یاری که بلند کرده ام حل من ناصر ینصرونی که فریاد میکنم، اگر کسی شنید و پاسخ نداد، من تکلیفم را عمل کرده ام. این شمایید که باید در پیشگاه مردم و خدا پاسخگو باشید. آقای خزعلی سپاسگزارم. موفق باشید. خدا نگهدار. دومین برنامه از ویژه برنامه های 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. همینطور که بارها عرض کردیم خدمت شما، دور تیوی انعکاس صدای مردم ایرانه. تمام سعی و تلاش ما این هست که در بایکوت خبری که در فضای خبری هست، در فضای مجازی بود، صدای مردم ایران رو انعکاس بدیم و در طول این 40 روز هم تلاشمون بر این هست که شما رو با پیشینه و با برنامه های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری آشنا بکنیم تا با آگاهی بیشتری به اون کسانی که در نظر دارید رأی بدید. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارشون.